با سلام، من سفرزاده هستم، دانشجوی دکتر اقتصاد دانشگاه بیلکنت آنکارا. امروز خدمتون هستم با موضوع بحث مدل‌های فضا حالت یا استیت اسپیس مدل‌ها، و خصوصا امروز روی تمرکزمون روی موضوع کالما فیلتر هستش. بحث کالمون فیلتر و ها و در واقع استیت اسپیس مدل ها یکی از در واقع نکات کلیدی هستش که توی سری های زمانی توی رشته مهندسی برق و مهندسی بس در ابتدا فکر کنم مسئله علوم فضایی مطرح شد و اون زمان ها در دهه 50 و 60 در واقع موضوعشون این بود که یک هواپیمایی رو اگر در نظر بگیریم توی در واقع توی فضا داره حرکت میکنه، اگر بخوایم با این موشک این رو بزنیم، با توجه که خود حرکت هواپیماها یه حرکت در واقع از روی معادله حرکتی داره تغییر میکنه و اونو میشه مدل کرد، به صورت معادله دیفرانسیل مینوشتن و بعد خود معادله موشک رو بعد مینوشتن و بعد موشک بعد میتونست هر بار که به هواپیما نزدیک میشه با یک در واقع اندازه‌گیری هایی بتونه خودش رو خطای خودش رو نسبت به هدفش اصلاح کنه. و خب دستاورد آقای کالمن این بود که تونست با استفاده از یک روش آپدیتینگی این مدل رو این مسئله رو حل کنه و یک روش رو پیشنهاد داد که الان خیلی هم توسعه پیدا کرده و تقریبا یکی از بهترین روش‌های پیش‌بینی و تخمین حساب میشه. و هنوز حالا دوستانی که مثلا مدل‌های شبکه‌های عصبی و اینها هم کار کردن میدونن که اونجا هم این ساختار نوع نگاه به مدل های فضا حالت هم تو بحث reinforcement learning مطرحه و هم توی مباحث مربوط deep learning اونجا هم در واقع از این نوع ساختارها استفاده میکنن. یکی از ساختارهای CNN ها convolution network ها neural network ها هم در واقع بر همین ساختار طراحی شده. خب طبیعتاً خب اونا مدل های دیگه ای هستن، اینجا ما مدل های دیگه خواهیم بحث خواهیم کرد. مدل های فضا حالت به طور عمومی دو تا شرط دارن یا دو تا در واقع پرینسیپل دارن. یکیش این که یک در واقع پروسه مخفی یا هیدنی رو در واقع دارن یا لیتنت پروسس هم میگن بهش، که اینجا ما اسمش رو گذاشتیم XT. بعضی ها توی مقالاتشون مثلا این بتا تی هم تعریف میکنن، اینو حواستون باشه. این پروسه XT رو که در واقع پروسه استیت هم هست، اینو در واقع میگن میتونیم فرض کنیم که از یه مدل مارکوفی، فرآیند مارکوفی داره پیروی میکنه. و نکته اینجاست که حالا که ما در واقع استیت پروسسمون رو شناختیم، باید بدونیم که یک ما یه سری ابزرویشن هم داریم. این ابزرویشن ها یا مشاهدات ما در واقع از هم مستقل هستن. یعنی چی؟ مثلا ببینم من میتونم با این YT و YT منهای یک از هم مستقل هستن. خب در اگر بدون فرض کنیم که ما در واقع این استیت الانمون رو بدونیم چی هستش، خب یعنی تو هر استیت ما یه تعداد ابزرویشن یه ذره شاید درک اینکه این دو تا پروسه چجوری با هم دارن کار میکنن ممکنه براتون مشکل بشه. من یه مثالی رو توی در واقع بحث بیژن مطرح کردم، اونو اینجا مطرح میکنم دوباره تا یه بار با هم مرور کنیم ببینیم مثلا این پروسه ها چجوری میتونیم به هم بحثش کنیم. فرض کنید اون مثال اینجوریه، مثال مشهوری هم هست اینها،
مثال اینطوری که فرض کنید شما توی یه کشتی هستیم، بعد مثلا داریم میریم مسافرت و این کشتی نهایتا یک جایی اینجا ساحل ما فرض کنیم، من نمیدونم این چرا نمی نویسه، اجازه بدید. خب من اینو ترسیم کردم براتون. ببینید فرض کنید توی یه ساحل هستیم، خب توی این کشتی هستیم و این کشتی غرق شده و بعد مثلا افتادیم توی یه جزیره. من بعد مثلا جزیره رو میگم، بعد مثلا قایق رو عرض میکنم. ببینید اگه ما توی جزیره باشیم، خب فرض کنیم که این شما بنده هستم، بعد اینجا یه ساحل، اینجا اون جزیره سارا خیلی نقاشی ما خوب نیست، خب اینجا اون در واقع فضای اون جزیره است که ما اونجا هستیم. حالا ما اینجا یک وسیله داریم که اینجا من قرمزش کردم، خب اینجا از این با این وسیله من میام فاصله خودم رو با ساحل اندازه میگیرم، مثلا اسمش رو میذارم یه چیزی، خب مثلا میتونم بذارم تتا. خب من میدونم تتای واقعی رو نمیدونم، هیچ اطلاعاتی راجع به تتای واقعی ندارم، خب که فاصله من تا ساحل چقدر، ولی ابزرویشن میتونم جمع بکنم. یه ابزرویشن با یه حالا کمرایی دارم یا مثلا دوربینی دارم، با هر چیزی، خب دارم با یه روشی اینو محاسبه میکنم. اون ابزرویشن ها اطلاعاتی که ما داریم جمع میکنیم، ما میشه میتونیم ابزرویشن ها رو اینجا در واقع وایتی گذاشتیم توی در واقع توی بحث چیز، خب توی استیتیس. خب حالا من اگر فقط روی کشتی در واقع یک از روی کشتی که در واقع مثلا من افتادم تو جزیره، یه برآورد فرض کنیم من کاپیتان کشتی هم بودم، یه برآورد اولیه‌ای هم راجع به فاصله‌ام داشتم به اونم. اینجا حالا توی این با بیژن خیلی شبیه هستن، خب اونم ما میتونیم بزنیم یه ما از تتای تتا صفر هم برآورد دارم، خب یه پرایوری هم دارم. یه جاهایی میتونیم اینو بگیم مثلا برآوردمون احتمالی نیست، مثلا ثابت یعنی. خب الان خیلی وارد اون جزئیاتش نمیشه. حالا من که الان یه فاصله برآورد کرد، فاصله رو دارم برآورد میکنم، اگر من جای من ثابت باشه، یعنی روی جزیره باشم، مثلا 100 تا 200 تا ابزرویشن هی در واقع هی مشاهده انجام میدم، رقم عددا رو مینویسم روی جدولی، بعد از روی این میگم خب مثلا حالا فرض کنم میانگین من، انتظار من اینه که از اینجا تا اونجا انقدر فاصله داشته باشم، برآورد تتا رو انجام بدم. تقریبا همون کاری که ما داریم مثلا توی رگرشن هم داریم انجام میدیم، یه سری داده داریم جمع میکنیم و بعد یه برآوردی رو میکنیم. توی رگرشن هم ما فرض میکنیم پارامتر ما در واقع ثابت. حالا اگه به یک دلیلی خب ما این پارامتر تغییر کنه، حالا مثلا چی میشه؟ این جزیره که من توش هستم جزیره نباشه، من از توی در واقع کشتی افتادم، یه قایق نجاتی بوده، افتادم توی قایق و این قایقه، خب ما دیگه میدونیم دیگه قایقه داره حرکت میکنه، خب بنابراین پوزیشن من توی نسبت به ساحل هر بار خودش داره تغییر میکنه، یعنی الان یه پوزیشنی دارم، ثانیه بعدی پوزیشن دیگه دارم، استیت بعدی یه پوزیشن دیگه دارم و این پوزیشن ها خودشون بینشون یه ارتباطی هست. خب یعنی مثلا پوزیشن دیروز با پوزیشن لحظه اول با لحظه بعدی تفاوتش یه نسبتی ممکنه با هم باشه که اونو میتونیم با استفاده از استیت پروسس بنویسیم. اون پوزیشن ها رو ما اینجا میتونیم اسمشو بذاریم XT. خب یعنی مثلا ما یک معادله پروسه ای داریم که اون پوزیشن ما هر حال در هر ثانیه داره تغییر میکنه. اینجا من اگر تو هر ثانیه مثلا یک ثانیه وایسم، فرض کنیم توی مدت یک ثانیه زمان فریز میشه تو اون موقعیت پوزیشن که هستم، 50 تا ابزرویشن من برمیدارم، بعد میرم تو ثانیه بعدی، حالا میتونه مثلا با استفاده از لیزر باشه، یه دستگاهی داشته باشم اینجا سریعتر از یک ثانیه 50 تا ابزرویشن در آن جمع میکنه. هم میتونه ثانیه باشه، هم میتونه بینشون مثلا حالا هر فاصله زمانی که داریم نظر میگیرم، من ثانیه میسازم برای اینکه زد تصورش برای ما قابل مغزش. بنابراین من میتونم بگم این استیت من متحرکه، یه پروسه داره، بنابراین تو هر حالت
من تو هر ثانیه میتونم مثلا بگم یه دونه فاصله در واقع برآورد کردم. بعد این مثلا اگه من پوزیشن من 50 بار تغییر بکنه، 50 حالت مختلف پوزیشنی من داشته باشم، دور و نزدیک بشم، با استفاده از فرض کنیم ساحلم دریا موج داشته باشه و من هی دور و نزدیک شده باشم، من حالتهای مختلف دارم. حالا سوال اینه که با توجه به اینکه من تو هر حالت مثلا 30 تا حالت بگیم من داشتم، 30 تا پوزیشنی داشتم نسبت به ساحل، توی 30 تا حالت که تو هیچ کدومم در واقع تو استیت رو نمیدونم، یعنی من مثلا نمیدونم فاصله من دقیقا چقدره، ولی مثلا یه تو هر حالت من میتونم در واقع یه تعداد ابزرویشن دادم، اونا فرض کنید تعداد کل ابزرویشن ها اونا 50 تا تو هر کدوم از اینها تعداد ابزرویشن ها رو ثابت میگیره، میشه یه تعداد. اگه من اینا رو توی جدول بنویسم میشه یه ماتریس 50%. خب در واقع ما مثلا یه عالمه دیتا پیدا میکنیم که تو هر ابزرویشن هامون، حالا سوال در واقع سوال ما اینه که با این مقدار ابزرویشنی که داریم، با این پیش مشاهداتی که داریم میکنیم، در واقع ما چگونه میتونیم یه تخمین درست حسابی از فاصلمون داشته باشیم؟ خب این در واقع یک جور نگاه کردنه. نکته مهم اینجاست که در نظر داشته باشین که ما خیلی موقع ها استیتمون، موقعیت پوزیشن هامون رو هم نمیدونیم، یعنی اصلا داستان اینه که اون خود پروسه پوزیشنمون رو درست نمیشناسیم، مشاهده ای نداریم راجبش، و اینجا مسئله رو در واقع پیچیده تر میکنه. میتونیم فرض کنیم که ما تو هر ثانیه که مثلا داریم دیتا داریم دریافت میکنیم، ابزرویشن رو برداشت میکنیم، ما تو یکی از این حالت ها هستیم، حالا ولی نمیدونیم حالتمون کدومه. خب اینجا دیگه مسئله پیچیده میشه، چون تو حالت 50%ی که اگه خاطرتون باشه توضیح دادم اونجا، باز ما یک سری در واقع حالا اطلاعات راجع به پوزیشن هامون میتونیم مثلا فرض کنیم و مسئله رو حل کنیم، و اینجا یه ذره مسئله پیچیده تر. یه ذره من میبرمتون جلوتر توی در واقع تخمین ها، اینها بهتون توضیح میدم که موقعی که شبیه سازی داریم انجام میدیم تو آر، اونجا من اینا رو توضیح میدم، کد می نویسیم، یه مقدار با هم باز بیشتر با این کار میکنیم تو بیشتر توی ذهن شما جا بیفته. ولی مثالی که عرض کردم این بود که شما بدونید که موقعیت داده‌هاتون داره، اون موقع داستان موقعیت ساحل، مثال ساحل و قایق، اینه که شما بدونید که این استیت ما همیشه در حال تغییر. خب ما ساده ترین نوع در واقع مدل های حالا خطی داینامیک لینیر مدل ها بهش میگن، ساده ترین نوع مثل استریس پروسس ها، همین مدل هایی هستش که فرضشون اینه که در واقع مدل پروسه استیتشون گاسیان هستش. من اینو اینجا براتون نوشتم، پروسه رو در واقع به این صورت فرض کردم: XT مساوی ی فای یک پارامتر ثابتی ضرب XT منهای یک به علاوه WT، و WT رو هم اینجا رندوم از روی همون گاوسیان نرمال در نظر میگیرم، در واقع توزیع نرمال در نظر میگیرم، با در واقع ولی اینجا دقت کنید که اینجا ما یک بردار داریم اینجا، یعنی یک برداری هستش که کل اینها حالا میانگینشون صفره، واریانس کوواریانس این بردار در واقع توزیع نرمال کیو هستش. خب در واقع این پروسه دبلیو تی رو اگر ما استیت هامون رو بگیم پی تا استیت داریم، در واقع یه پی وکتور میگیریم، همه اینا از هم ایندیپندنت هستن، از هم مستقل هستن، میانگینشون صفره، واریانس و واریانسشون هم که من ثابت گرفتم کیو، دقت کنید که کیو تی نیست، اینجا کیو ثابت. خب و ما میدونیم که یک در واقع یه اینیشیاله، یه مقدار اولیه از استیتمون داریم، یعنی مثلا پوزیشنمون یه موقعیت اولیه همون چیزی که گفتم عرض کردم داریم، که اونم در واقع میشه
نوعی پرایر ما. پرایر ما اینجا x صفر نرمال دیستریبیوشنش نرمال، توزیعش نرمال با یه میانگین میو زیرو و واریانس کوواریانس سیگما زیرو. خب این در واقع ساده ترین نوع در واقع استیت پروسس ها هستش، ولی ما اونو هیچ گونه ای نمیتونیم در واقع xt رو، ما هیچ اطلاعات رو جبه بردار xt نداریم، حتی موقع اطلاعات رو پوزیشن همون هم نداریم. بعد ولی یه ترانسفر لینیر اون، یه ترانسفر خطی اون رو داریم. اون ترانسفر خطیش رو ما اینجا yt گذاشتیم، در واقع همون observation ها یا مشاهداتی ما هستش. معادل مشاهدات رو هم معمولا میتونیم اینطوری بنویسیم، yt مساویه یه at، یعنی یک ماتریسی این a که در زمان داره تغییر میکنه، ضرب در پوزیشن ما xt ما شده، به علاوه یک خطایی. این خطای ما دوباره یه برداری هستش، یه توزیع نرمال هستش، منتها اینجا من تعداد مشاهدات رو من q میگیرم، بنابراین q ضرب در p میجرمنت ما یا ابزرویشن ماتریکس ما هستش، در واقع یه ماتریسی رو باید در نظر بگیریم و ما اینو میخواییم در واقع تخمین بزنیم. بنابراین در نظر باید داشته باشین که yt هم q دایمنشن، یعنی بود عبادش q بودیه، این حالا اینجور باید اتفاقا فارسیشو بگم، که میتونه ربطی به پی نداره، اینجا میتونه کوچکتر یا بیشتر از پی باشه، یه مهم نیستش. اینه من توضیحشو اینجا نوشتم. باز هم ما میتونیم فرض کنیم که x صفر اون مقدار اولیه حالتمون، پوزیشنمون، ربطی به پروسه های WT و این VT که پروسه های نورمال بردار های در واقع توضیح داره توضیح نورمال هستن و هم ربطی ندارن، یعنی به هم کوریلیشنی ندارن یا هم بستگی ندارن. خب اینجا ستاپ مدل ما انجام شده، یعنی الان ستاپ مدل استیت اسپیس ها همینه، یه پروسه xt دارم و یه فرضیاتی راجب خطای من راجب موقعیتم، یه فرضیاتی نسبت به ابزرویشن هم دارم و یک سری هم فرضیاتی نسبت به موقعیت مشاهدت هم دارم. خب اگه بخوایم مثلا خطاهای اینو در نظر بگیریم، ما میدونیم که مثلا میتونیم بگیم یه دستگاهیه که دستگاهی که ما دارم باهاش ابزرویشن جمع می‌کنم، مثلا اون دستگاه کامرای دوربینه چیز نداره، کالیبره نشده اصطلاحا، بنابراین خطا داره. خب اینجوری هم میتونید. خب من اینجا نیازم یک مثال رو، این بحثی که کردیم مثلا خود مدل رو با یه دیاگرامی نشونتون بدم. ببینید اگه فرض کنیم ما اون استیت های ما، حالا موقعیت یا پوزیشن های ما توسط همین سری xt مثلا هر بار داره تعریف میشه، در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم که توی xt من های 1 ما یه سری ابزرویشن داره تولید میشه برام. خب توی xt یه تعداد، ما این اونایی که مرتبط به tmn یکی اینجا می‌نویسیم، ytmn های یک، اونایی که توی xt به دست میاریم yt اسم می‌بریم. اینجوری یه ذره در واقع یه ویژوالایزی شده که در واقع چه اتفاقی داره میفته. حالا که ما این استیت اسپیس مدل رو در واقع تعریف کردیم، دوست چند تا من تعریف نیاز داره قبل از اینکه ما وارد بحث، حالا بحثای تئوری بشیم و تخمین و این مسائل بشیم، من چند تا نکته رو باید عرض کنم. یکی این که خب به قول معروف what's the point، یعنی حالا هدف چیه؟ هدف اینه که ما میخوایم یه تعداد استیمیتور در واقع تولید کنیم که چی داریم تخمین میزنیم؟ اون بخش مخفی ما. خب بخش مخفی ما تو این تو اینجا این در واقع همون استیت های ما هستن. خب قلم رو درست میشه، استیت ما
همون XT ماست. درست شد؟ ما میخوایم اون رو تخمین بزنیم. درست شد؟ حالا همین رو میتونیم از دیدگاه احتمالی در نظر بگیریم. بنابراین میگیم آقا ما میخوایم دنبال یک تاب توزیع احتمالی بگردیم برای XT، به شرط آنکه تو هر استیت ما تو به شرط آنکه ما ابزرویشن داشته باشیم، یعنی ما در واقع باز به شرط وجود داده ها ما میخوایم موقعیت خودمون یا پوزیشن خودمون یا حالت خودمون رو تخمین بزنیم تو هر موقعیت. خب برای یه توضیح شرطی، برای اینکه بخش توضیح شرطیش رو متوجه بشی پیش ده. و تو این چون توضیح رو مثلا در واقع میتونیم بایجیان هم بیزیان هم در واقع در نظر بگیریم، اینو بهتر که اون ویدیوی مقدمه‌ای که من حاضر کردم برای توضیح بیزیان رو حتما مطالعه کنید، چون اونجا یه سری مباحث مطرح میشه که ما اینجا از نتایج اونها استفاده خواهیم کرد. اون یه بحث جداست، ولی این در واقع توضیح پوستریر ما که اینجا XT پوستریر ما خواهد شد رو ما نیاز داریم یه سری اطلاعات رو جبستن توضیح های پیشین و پسین بدون. من فرض کردم که این اطلاعات رو یا شما دارین از قبل یا باید اون ویدیو با هم توضیح داره. خب حالا ما سه تا تعریف داریم. سه تا تعریف همون یکیش این که فورکستینگ. خب فورکستینگ در واقع پیشبینی خب XT هست. وقتی که ما اسمون کمتر از تی باشه، حالا فرض کنید که ما یعنی فرض کنید تعداد ابزرویشن رو داریم تا یه حدی، خب تا یه بازه زمانی تی، ما استیت‌های قبلی رو داریم تخمین میزنیم، اینجوری هم میشه گفت، خب که موقعیت‌های قبلی ما چی بود. اینو مثلا میتونید اینجا توی این در واقع نمودار ببینید. توی این نمودار گراف که من حالا توضیح خواهم داد که چجوری به دست اومده، این نقطه ها که اینجا دارید ببینید، خب نقطه های مشکی در واقع استیت های واقعی ما بوده اگر فرض کنیم ما میدونستیم، در حالی که نمیدونیم که اینجا مخفیه. خب پردیکشن ما در واقع اون تخمین ما از اون استیت ها این لاین قرمز که نسبتاً هم بد نیست، این یه شبیه سازی بوده. ما فرض کردم میدونیم با اون وضعیت XT هامون رو در همه جا، با استفاده از اون من اومدم کارنون فیلتر رو اجرا کردم و این پیشبینی رو از وضعیتی که داشتیم یعنی وضعیت استیت های ما تخمین زدم و این خط قرمز در واقع اون خط پیشبینی های ما میشه تو هر بازی زمانی. مثلا برای 100 تا ابزرویشن بوده، مثلا برای 100 تا یه تایملاین 100 تایی بوده. خب این میشه پردیکشن ما. خطای آبی فکر کنم بنزه دو تا واریانس اون خط تخمینمون رو هم بهش اضافه کردم یا کم کردم، اینجا کم شد اونجا اضافه شده که در واقع شما با اون خط قرمز و خط آبی رو میبینید. در عملا ما با یه خطای دو واریانس تقریبا مثلا ما پیش بینی کردیم موقعیت همون رو نسبتاً هم داخل این چنل بودن، کانال پیش بینیمون بوده. خب یه تعریف دیگه چی میگه؟ تعریف دومی که فیلترینگ وقتی که من دارم SOT من برابر هستن، یعنی حال پوزیشن رو من در حالتی دارم تخمین زدم که در اون همون لحظه هستم. خب یعنی به قبل فقط تخمین نزدم، امروزمون هم دارم تخمین میزنم که در واقع موضوع اصلی کار هستش که فیلترینگ بهش میگن. خب این چیه؟ مثلا نوشته دیگه که با فرض این که ما یک سری دیتای وای از یک تا تی داریم یا یک تا اس داریم، هدف فیلتری اینه که پوستریر یا تابع تو پسین استیت هامون رو پیدا کنیم که به این صورت نوشته شده. حالا پی ایکس تی به شرط این که دیتامون از یک تا تی رو داشته باشیم. یعنی پوزیشن امروز اون چیه؟ توی اون بحث در واقع ویدیوی پست بحث بیزی هم من اونجا توضیح دادم که حالا اگه مثلا ایکس و وای هم هر دومون گاوسی هم باشه پست دیمون به چه شکل هست و اینها، من اونها رو دیگه بحث نخواهم کرد. یکی از
نکات اینه. بعد یه نکته دیگه هم از اینم از تا به توضیح شرطی باید بدونید، اینم این که اگر X و Y هر دوشون گاسیان بشه، هر دوشون توضیحشون نرمال باشه، X به شرط Y هم شرط در واقع گاسیان هستش و فرمول X به شرط Y هم خیلی مهمه که اگر من اون دوتا رو داشته باشم گاسیانش و نوع توضیحشون رو بدونم فرمول X نسبت به شرط Y چی هست. این یه توضیح، یه فرمول مهم داره، واریانس و میانگینش رو باید بدونین. یه توضیح هم اینجا باید خدمتون حتما عرض کنم که ببینید ما اینجا بحث فیلترینگ و اینا یه جور آپدیتینگ هستش که بهش ما نیاز پیدا خواهیم کرد که فرمول های سکوئنشیال یا دنباله ای رو نسبت به هم، نسبت برای تخمین این چیزها داشته باشیم. این یکی از نکات مهم هستش که توضیح شرطی رو فرمولش هست، من حالا توی اپندیکس ها یا توی یکی از ویدیوها توضیح خواهم داد که اون رو چجوری به دست میاریم اثباتش و اینها، و الان از اون استفاده فقط میخوایم بکنیم، یعنی از ما فرض بکنیم اون رو اثباتش رو میدونیم. بعد خیلی سخت نیست که ما بتونیم بخوایم ثابت کنیم که X و Y هر دو گاسیان هستن. چجوری میتونیم سخت اثبات کنیم؟ ببینید از X ها یه چیزی باید بدونید قبل از که ما اثبات بکنیم که هر اگر ما یه توضیح رو گاسیانی رو، یه توضیح نرمالی رو بتونیم میانگین و واریانسش رو پیدا کنیم، چون اسکیونس چولگی و اون کشیدگیش و اون کرتیسیسش و اینها همگی همه و همه در واقع گشتاورهای زوج و فرد توضیح نرمال بر اساس اون دوتا اول حساب میشه، یعنی این خودش یه قضیه هست تو احتمالات و آمار که ما تمام در واقع گشتاورهای دوم سوم چهارم به بعد سوم چهارم به بعد توضیح نرمال رو میتونیم با استفاده از گشتار اول و دوم که میانگین و واریانس باشه میتونیم محاسبه کنیم. خب بنابراین میگن اگر توضیح نرمالی رو داشتین، فرض کردید توضیحتون نرمال هست و فقط میانگین و واریانس رو در واقع تخمین زدین و کل در واقع توضیح رو تخمین زدین، خب حالا اثبات این که این ایکس و وای هر دوشون گاوسیان هستن سخت نیست. شما اگه فرض کنید x1 رو داشته باشین، با فرض اینکه x1 رو داشته باشین، یه اکسپکتیشن از این بگیریم میانگینش در میاد که میشه چی؟ فی ضرب در xt منهای 1. خب اکسپکتیشن xt منهای 1 و این خیلی چیزی است، چون این wt خودش گاسیانه، اون رو هم تبدیل به گاسیان خواهد کرد که اینم مثلا پروسه مثلا حالا همینجا بخوام بنویسیم این مثل پروسه ایابانه دیگه، درسته؟ یعنی اینو میتونیم ببریم اون ور، در واقع اون ور معادله میشه یک منهای فای ان، خب که این چیز سختی نیست اثباتش. خب دوستان تو تای ده سایز تایم سری حتما اینا خیلی مفصل دیده. اینجا هم با سخت نیست، یه دونه گاسیانه یه دونه گاسیانه با هم داره جمع میشه و یک گاسیان تولید کرده و این هم اگر اکسپیکتیشن این رو بگیریم که اکسپیکتیشن این صفر میشه اکسپیکتیشن خود همین و ای تی ضرب در ای تی، ای تی هم که ماتریسی که ثابته. خب برای اونم حتما گاسیان خواهد. اینم سخت نیست که بدونیم که تک تکشون گاسیانه. حالا جوینتشون رو بدونیم، بخوایم بدونیم هم در واقع اونم گاسیانه. اینها رو من در واقع خیلی وارد چیزش نمیشم، فرض بکنم شما آشنا هستین و میدونید. خب حالا یه تعریف دو سومی هم که ما داریم بهش میگیم اسموتینگ. خب اسموتینگ هم وقتی که اس بیشتر از تی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما هدف ما تو اسموتینگ اینه که ما میخوایم اون پوستریر هر استیت رو به دست بیاریم به شرطی که ما اطلاعات بیشتری نسبت به زمان حال داشته باشیم. یعنی مثلا اطلاعات آینده رو هم داریم استفاده میکنیم، موقعیت پوزیشن امروزمون رو داریم تخمین میزنیم. خب این هم در واقع یک پروسه غیر علی هست، نان کاوزال هستش، در واقع از اطلاعات آینده داریم چون برای امروز پیش بینی میکنیم استفاده میکنیم، تخمین امروز پیش استفاده میکنیم. ما این رو هم داریم. ببین فیلترینگ ها، فیلترینگ الان اینه دیگه. ببینید این قرمز اینجا فیلتره، تو هر لحظه تخمین من از اون لحظه چی بوده. خب این فیلتر ماست،
قرمز اینجا و اون آبی ها نمودارهای آبی در واقع لاین های آبی در واقع همون به اندازه دو تا واریانس من اون چیزا رو اضافه کردم و کم کردم که نسبت به واریانس داده ها ها و اینجا میبینیم اسموتینگ ما به این صورته با استفاده از آینده دیتا های آینده آتی رو اگه بخوایم استفاده کنیم اسموتینگ ما به این صورت شده خب که اون هم در واقع به این صورت ما نشون دادیم حالا یه چند تا نوتیشن دیفینیشنه که حالا تو کتاب های مختلف جای مختلف جای مختلف استفاده کنم از اینجا تو همین روش استفاده کنیم من فرض میکنم که اگر XT رو تو استیت S بخوام اینو من میتونم اینجوری بنویسم که این رو در واقع من کاش اینا رو جا به جا می‌نوشتم در واقع میخوام بگم که میانگین XT به شرطی که Y تا S رو داشته باشیم من میتونم XTS بنویسم اینو همه جا اینجوری می‌نویسم یعنی هر جا این علامت رو دیدید بعد منظور ما همین expectation هست یا میانگین هست امیدوارزی هست خب این رو هم در واقع P variance covariance ماتریسه خب variance covariance ماتریسه توی استیت S رو من اینجوری دارم نشون میدم PS چون variance covariance بین دو تا لحظه T1 و T2 دارم میگیرم که این در واقع همون چون این variance covariance ماتریسه چیه؟ ماتریسه استیت ما هست دیگه درست شو در واقع این مال P استیت یا variance covariance ماتریسه استیت تو استیت S تو ست S چجوری باید نشون بدم؟ خب بگم که اگر من لحظه T1 باشم و T2 خب واینس کنیس این دوتا مطریس میخوام بخوام نوستم اینجوری دارم نوستم خب این هم که ترانسپوزه یا پرایمه که پیش نسیم و خاطرتون باشه که اینا شرطی هستن هر دوی اینا شرطی هدف همون که اینا رو تخریب میزنیم درست شد شرطی هستن به شرطی که داده ها رو از یک تا S داشته باشه خب این نکته دو تا تعریف نوتیشنی که در واقع ما به جای اینکه اینو دیگه بنویسیم از همین علامت استفاده می‌کنیم خب دقت کنید که اگر T1 و T2 هر دوشون برابر باشن حالا فرض کن هر دوشون برابر T باشن واریانس کووریانس ما ریست میشه به خود خوب واریانس خب رو اینجوری می‌تونیم P S و T می‌گیریم خب بازم دقت کنید که ما فرض کرده بودید x0 ما x اولیه‌مون نرمال با میو 0 و سیگما 0 اینم یادتون باشه که قبلا فرض کردیم بنابراین p 0 0مون و معلومه این همون p 0 0 درست شد واریانس کووریانس 0 در لحظه 0 خب اینم میشناسیم اینا هم عدداشو به ما دادن یه پرایوری این همون پرایور میشه دیگه میشه پرایور ایکس معلومه خب پرایور ایکس رو ما اینجا پرایور استیت همون یا وضعیت همون رو داریم خب من این رو ببریم اگه بخوام توی در واقع از اینجا به بعد وارد چیز بشیم ما دوتا بحث مطرحیم یکی اینکه ما اینو چجور تخمین بزنیم با استفاده از فرمولای بیلتین که بیلتین یا فرمولایی که تو در واقع توابعی که تو خود آر هستش خب خیلی بحث ساده ای و من فرمولش رو نشون دادم یعنی نحوه اینکه کد چجوری هست یه بحث دیگه ما اینه که خود در واقع اون از کجا اومده اون رو هم در واقع خود آقای کالمان توی تئوری مشهوری توی مقاله مشهوری در واقع اثباتش رو ارائه کرده که جمع‌بندی اون مقاله میشه این هفت فرمولی که در واقع اینجا میبینید خب من اثبات اینا رو یکی یکی با تو مرور میکنم که بدونید خیلی پیچیده و سخت نیست گرچه یه ذره ممکنه مثلا گمراه کننده باشه ببینید اولیه که خیلی مستقیم از رو همون معادله استیت ما در میاد ببینید اینو فقط یادتون باشه ببینید xt تیمن های یک خب این چی میشه اونجا یه نوتیشنی با هم تفاهم کردیم xt منهای یک میشد که من ای میشه ایه درست شد xt خب حتی یه شرط به شرط اینکه y رو از یک تا t منهای یک من داشته باشم این
بر اساس تعریفه که ما این بالا رو کردیم. ببین این تعریفه رو بذاریم اونجا، به جای اس بذاریم تیم نگیک. خب میشه هم. خب حالا من اکسپیکتیشن ایکس تی رو میخوام از به شرطی که وای رو از یک تا یک منو یک داشته باشم. اگه یادتون باشه فرمول ایکس تی ما این بود دیگه. خب من از این دارم اکسپیکتیشن شرطی دارم میگیرم، خب به شرطی که وای یک تا تی من های یک رو من بدونم. خب این چی میشه؟ میشه از این میخوام دو طرفش چیز بگیرم دیگه. میشه که امید ریاضی این صفر، برای اینکه میانگینش صفر، همه جا صفر. خب میشه فای در اکسپکتیشن، من سمت راست مدل رو نوشتم، ایکس تی منهای یک، به شرط این که ما از یک تا تی منهای یک رو بدونیم. همین درست شد؟ این مساویه اون سمت چیز این همون ایکس تی منهای یک، ایکس تی ببخشید تی منهای یکه. خب این همون بودی امید ریاضی نوشتم. اینم باز استفاده از همون نوتیشن بخوام استفاده کنیم، میشه ایکس تی منهای یک، این اندیس زیرش از اینجا میاد، اندیس بالاش هم دیتا اون بودی از یک تا تی منهای یک. میشه اینم میشه فای ضرب ایکس تی منهای یک در. اینم اگه میخوای نگاه کنی شد خود هم درست شد. این بنابراین مشکل نبود. خب در مورد پایه، خب در مورد واریانس ماتریس ما به چی میخوایم برسیم؟ ما به این فرمول میخوایم برسیم دیگه، درست شد؟ اینجا به این میخوایم برسیم، درست شد؟ به این. خب پی تی تی منیک یادتون باشه اگه گفتیم تیو تو این نوتیشنه گفتیم اگه تی و کیو تی دو برابر باشه میشه واریانس کوواریانس ماتریس. خب پس من اگه تو این فرمول تی یک و تی دو رو هر دو رو بنویسم تی، چون این چیزی که اینجا میخوام تی دیگه، درسته؟ ریپلیس کنید، بذارید اینجا تی، اینجا میشه تی پایین، این اندیسه پایین رو همه رو تی بگیریم. خب میتونیم بیایم در واقع اینجا همه رو پاک کنیم تی بنویسیم، درست شد؟ اینجا تیه، اینجا هم بتونیم بنویسیم، درست شد؟ بنابراین تمام اینها میشه تی. تی اینا میشه تی، درست شد؟ اینا میشه تی، اونو اثر رو کار ندارم بعدا چون میخوام بنویسم. این هم میشه تی 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 تی. من میخوام بهتون یاد بدم یه بار در واقع با فرمول ها چجوری کار کنید، چون مهمه که اینجا خوب یاد بگیم، یکی از مهمترین بخشایی که معمولا اشتباه زیاد انجام میشه. خب ما اس رو هم میتونیم پاک کنیم بزنیم چی؟ تی منهای یک، چون چیزی که اونجا خواستیم تی منهای یک. خب اینم فرض کنید اس های ما اینجا شد، اینم با قرمز من بنویسم که تی منهای یک بشه. اینجا من پاک کردم، اینجا پاک کردم، اونورم نداشتم، اونورم تیم نگیر میشه. بنابراین اینور مدلمون میشه همین که ما میخوام. اینورم میشه اگر نگاه کنید همین شد. نگاه کنید این تبدیل به این میشه. فقط یادتون باشه که شرطیه ما، یه شرط به شرطی که داده ها رو داریم، باید یک از یک تا تیم نگیر رو داریم. خب حالا که این شرطیه رو داریم توی فرمول یک ما یه چیزی رو اثبات کردیم دیگه. خب از اونم استفاده خواهیم که، ولی قبل از که از اون استفاده کنیم ببینیم اینه چجوری میتونیم استفاده کنیم. ایکس تیمون چی بود؟ ایکس تی منهای یک بود، درست شد؟ ضرب در فای، خب به اضافه دبلیو تی. خب اینو همینجا بنویسید. خب این همینجا بنویسید، یه دونه هم ایکس تی منهای یک داریم از تی توی چیز ایکس تی تی منهای یک داریم. خب این رو از اون فرمول شماره یک استفاده کنیم. شما فرمول شماره یک اون چی بود؟ گفت این مساویه یه فای ضرب در ایکس تی منهای یک در سیتی تی منهای یک دیگه. خب اونو استفاده کنیم، بس اونو به چش این میسم، یه فای این دکتر رو مشترک گرفتید، فاکتور گرفتید، یه فای اینجا داره ایکس تی منهای یک داره، یه دونه خود اون
فای تولید میکنه. خب که این فای در واقع فاکتور گرفته، WTR هم برداشته برده نوشته. اونم چون ترانسپوز همینه، اونم عیناً همینجا نوشته. میشه اکسپکتیشن ما میشه این. خب همه چیزایی که تا الان داشتیم تبدیل شد به این مدله. خب حالا ما از این میخوایم امید ریاضیش حساب کنیم. اگه بخوایم امید ریاضیش حساب کنیم، اینو من یه چیزی میگیرم A، اینم همون A هست. خب تو اینجوری بگیرم، اینا رو ضرب بکنید، دو تا عبارت تو هم ضرب کنید، بعد امید ریاضی رو توشون توضیح بکنید. اگر ضرب بکنید این فای درست شد میشه، من میشه فای این A ضرب در اینم A پرایم میشه، درست شد اون فای فای پرایم میشه، بعد این میره اون بره، چون این در واقع اکسپکتیشن x y اگه من داشته باشم پرایم داشته باشم، کلا اکسپکتیشن موضوع نیست، مثلا x y اگه از هر دوشون پرایم بگیرم ترانسپوز میشه y پرایم ترانسپوز x ترانسپوز، اونجا میمونه استفاده کرد. بنابراین اینو من دیگه اینجا، این در واقع فای میره اون ورش، اون ور این پرانتزه میشه فای پرایم که میشه این، فای این ورم میمونه میشه این. بعد این چون فای و فای پرایم هر دو ثابتن، از اکسپیکتیشنه مثلا من اکسپیکتیشنه فای بعد مثلا زدتر حالا ایکس باشه، فای میره بیرون، خب میتونم بنویسم فای رو کامل پاک کنم بندازمش بیرونش دیگه، خب میشه فای اکسپیکتیشنه ای ایکس، درست شد فای اکسپیکتیشنه ایکس، اون ایکس حالا اینجا باشه همین ای بگیرم، اون برم یه A پرایم میچسبه بهش، اون برش هم یه 5 پرایم میمونه، میشه این اکسپیکتیشن A پریم بر اساس این فرمول دوباره میشه چی؟ پی تی ماینن یک در با اندیس بالای تی ماینن یک حالا توان که نمیشه گفت، خب که با اونم در واقع اگر شما اینا رو درست بنویسین در واقع باز به همون برمیگرد، از رو همون نوتیشنه، پس این همون نوتیشنه استفاده کردیم. خب بعد اینجا اکسپکتیشن WW پرایم T میشد واریانس، تعریف واریانس کوواریانسشه میشه Q. خب که اگه یادتون باشه ما Q رو میدانیم از ابتدا، خب برای این مقدار رو میدانیم، فی و فای پرایم رو میدانیم، این تیکر رو نمیدونیم. خب بعد حالا اکسپکتیشن WT ضرب در XTMN های یک، فرضمون بوده که نه از هم به هم کورلیشن ندارن، اینا میشه صفر. حالا ضرب در فای ضرب در این بازم صفر، ضرب در TMN های یک حالا اندیس بالاش هم TMN های یک بشه بازم صفر. اینا رو اگه پخش کنید دوباره دونه همه رو بنویسیم باز کنید بنویسیم همه اینا میشه صفر. خب بنابراین خلاصه اون بخش فرمول دو اینا میتونم من به این صورت بنویسم. اینا ببینید الان داره به صورت آپدیتینگ به ما میده، میگه کوواریانس کوواریانس من استیت من تو استیت تی من یک تو زمان تی میشه همون ذرایبی که از قبل میدونم ضرب در اگر من بتونم واریانس کوواریانس تی من یک همون زمان قبلیمو بدونم تو همون استیت. خب در واقع اینجا یه آپدیتینگ فرموله بر ما داده، درست شد. من مرحله بعدی این سه چهار تا فرمول رو هم باید اثبات کنم. خب در واقع ما فرمولی که اثبات کردیم به این صورت بود و این رو ما به دست آوردیم واریانس کوواریانس تی و تی من، واریانس کوواریانس ماتریس در لحظه تی در استیت تی من های یک. خب بریم سراغ بقیه فرمولا. من فرمول شماره 9 رو شروع کنم. فرمول شماره 9 رو ببینید اینجوری میتونیم بنویسیم. اپسیلون تی که میشه فورکاست ارور ما، در واقع پیش خطای پیش بینی ما، خطای فورکاست ما. خب رو ما میتونیم اگه بخوایم بنویسیم میشه چی؟ میشه در واقع وای تی ما، دیتای ما تا الان و پیش بینی ما یا در واقع تخمین ما، امید ریاضی ما
نسبت به YT به شرط که ما دیتا یک تا تی منها یک رو داشته باشیم. خب تا دیروز رو داشته باشیم. این میشه از این بخوایم ما چیز بگیریم، اینم در واقع میتونیم بگیریم که AT بنویسیم. خب چون پیشبینه ما نسبت به YT باید فرمول YT رو هم یادتون باشه. فرمول YT چی بود؟ یه ذره شما ممکنه فراموش کرده باشین چی بود؟ این بود. درسته؟ اینجا فرمول YT ما اگه من از این بخوام expectation بگیرم میشه expectation ET که به اضافه expectation ET که صفر دیگه. درست شد؟ خب expectation ET که میشه AT چون ثابت AT درست متغیر ولی نسبت کلن پارامتر ثابت میاد بیرون میشه expectation XT ما. خب و اون چون دیتای ما از یک تا تی منهای از تی تا تی منهای یک داریم میتونیم اینجوری بنویسیمش با استفاده از اون تعریف نوتیشنی که عرض کردم. خب حالا اگه ما این فورکست ارور رو مشه، این میشه فرمول شماره چند ما؟ فرمول شماره 9 ما تو اینجا بود شد. این فرمول هم تک من اینا رو تیک بزنم که ما اینا رو داریم. هر بار که من تیک بزنم معلوم میشه که ما اینا رو داریم. برای که این فرمول شماره 5 رو به دست بیارم، خب این در واقع واریانس کوواریانس همین اپسیلون تی. خب اون رو چجوری می‌نویسیم؟ اینجوری می‌نویسیم. پس تعریف می‌نویسیم واریانس اپسیلون تی. من بعد از این واریانس بگیرم. خب من وای تی رو هم با استفاده از همون فرمول ابزرویشن ما میتونم بنویسم ای تی زد در ایکس تی به علاوه وی تی. درست شد؟ اینم که خودش یه ای تی داره. ای تی ها رو من فاکتور گرفتم و بردم بیرون میشه ای تی ایکس تی منهای ایکس تی در استیت تا استیت تی منهای یک. خب اینم باز خود تعریف استفاده کردم فقط جایگزین. خب واریانس نسبت به علامت جمع تقسیم بر توضیح پذیره. خب واریانس وی تی رو ما میدونیم، آره اینم به ما گفتن از اول ما فرض کردیم ثابته. واریانس یک همچین عبارتی هم میشه اگه توی ماتریس الجبرا بلد باشیم، یعنی میشه مثلا واریانس یه چیزی ضرب در این باشه، اینم ما میتونیم بنویسیم تو واریانس این ای تی چون ثابته میاد بیرون. یادتون باشه اینا واریانس کوواریانس ماتریسه، یه دونه هم اپریم میره اون ور سمت راست. به جای مثلا که مثلا واریانس آی ایکس اگر ای اسکالر باشه میشد آ به توان 2، به جای آ به توان 2 ما اینجا باید ای تی ای اپریم 3 می‌نویسیم. خب در واقع اینجا میاد این چیزی که این وسط هست میشه واریانس اینا ها. که واریانس اینا ما اینم تعریف کردی میشد پی تی تی منهای یک. اینم در واقع تعریف بود. باز ما اینجا چیز رو تغییر ندیم. فرمول شماره 5 ما هم همینطوری به دست میاد. سه تا فرمول مهم دیگه هست. این KT رو در واقع کالمان گین یا بالا فارسیش رو نمیدونم چجوری تعریف میشه چیز کرد ترجمه کرد. KT رو اینجوری تعریف میکنه. خب یعنی فرض کنید KT مون این عبارت باشه. خب خب حالا ما قبل از اینکه فرمول در واقع فرمول شماره 6 مون در واقع این چیزی که تعریف بازم اینجا اثبات لازم نداره این تعریفه، یه فرض کردیم که این مقدار سمت راست شما همیشه چون برای در لحظه تی تعریف میکنه ما کیتی میگیم. خب ما فرمول 7 و 8 رو باید اثبات کنیم. 7 رو ما میریم سراغش. برای اینکه فرمول 7 رو اثبات بکنیم ما دو تا نکته رو باید نظر بگیریم. یکی که کوواریانس اپسیلون تی این در واقع فورکست ارور ما و وای اس یعنی دو ابزرویشن های ما صفر برای تمام مقادیری از اس که کمتر از تی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا خب اگر تو لحظه تی من بخوام فورکست ارور رو بدونم که واریانسش با داده های قبلیم چیه، این فورکست ارور طبیعتاً داده قبلی چون ثابتن این واریانسشون صفر میشه چون داده قبلی رو اهمیتی روی میزان کوواریانس خطای من الان نداره. خب این نکته. نکته دومی که من این کوواریانس استیت من با استیت من در لحظه تی، پوزیشن من در لحظه تی و فورکست ارور من مهمه، به شرطی که داده‌ها از یک تا تی منهای یک داشته باشم، داده گذشته رو داشته باشم.
اینو من میتونم به صورت در واقع اپسیلون تی رو با فرمول قبلی که در واقع اینجا داشتیم، خب توی در واقع بخش 9 با استفاده از همون فرمول من ایکس تی میتونم به جای وای اپسیلون تی اونو بنویسم. اونو اگه من بنویسم وای تی من های ای تی ایکس تی من تو چند دقیقه قبلش هم صحبت کردم. خب بعد حالا اینجا یه عبارتی دارم که به جای وای تی من اولا به جای خود وای تی از توی observation equation من میتونم بنویسم چی بود وای تی. وای تی تو observation equation من اگه یادتون باشه وای تی مساویه ایکس تی ضرب در یه ای تی بود به علاوه یه وی تی بود. خب اونم جای این وای تی بنویسم سمت راست من به اینجا میرسم، درسته؟ به این عبارت میرسم، درست شد؟ یعنی این خیلی قبلش صحبتش کردیم به اضافه این وی تی، درست شد؟ بعد کوواریانس ایکس تی به جای ایکس تی هم من میتونم یه دونه ایکس تی ازش کم بکنم نسبت به استیت قبلی. اینم خود اکسپکتیشن من بود. خب میتونم این کارو بکنم، خیلی چیز خاصی تغییر نمیکنه. دیتیل این اثباتش هم تو مقاله هست. خب این رو من به همین صورت بنویسم میشه در واقع میخوام کوواریانس این دوتا رو پیدا کنم. این دوتا هم کوواریانسش رو با استفاده از همون تعریف اگه به صورت اکسپکتیشن بنویسید اینا رو هم توضیح کنید و بدونید که این وی تی نسبت به ایکس تی و ایکس تی منهای یک و اینها همشون کوریلیشنی نداره و در واقع همبستگی نداره. اونم و در واقع اگر من هر جا عبارت ایکس تی وی تی ببینم صفر میشه. خب اینا رو اگر به صورت اکسپکتیشن به جای این کوواریانس من اینجا اکسپکتیشن این زب در اکسپکتیشن این بعد اونا رو هم توضیح کنم مثل همون مدلی که برای فرمول شماره 4مون استفاده کردیم، درسته؟ استفاده بکنید نهایتا به این عبارت میرسیم میشه پی تی تی منو یک در اپرایم تی. این هم چیز خیلی سخت نیست، یک بار فقط رو کاغذ بنویسید به این به دست میاد. خب این دوتا نکته به من میده، یکی که واریانس کوواریانس ایکس تی و اپسیلون تی به دست آوردم، یه دونه هم اکسپکتیشنشون هم که میدونیم صفره. خب بنابراین خب من میتونم ایکس تی اپسیلون تی منو اپسیلون تی رو به صورت یک به شرطی که این توضیح شرطیه، یه توضیح شرطیه. خب به شرطی که وای از یک تا تی منو یک رو داشته باشم، یعنی گذر دادای تا روز گذشتم رو داشته باشم، میتونم یه دونه جوینت نرمال بگیرم، یعنی نرمال توام بگیرم. خب که میانگین در واقع اپسیلون تیمون صفره، واریانس اپسیلون تیمون اینه، واریانس کوواریانس ماتریس ایکس تی اینه. این خودش یه پارشال ماتریس بهش میگن، من فارسی پارشال ماتریس رو نمیدونم ولی خودش پارشال ماتریس، یه ماتریس اینجاست یه ماتریس اینجاست یادتون میشه. خب و کوواریانسش هم که میشه، خب حالا که من یه جوینت نرمال دارم میتونم با استفاده از فرمول های توزیع شرطی، خب که خدمت رو عرض کردم تو ویدیوهای دیگه هم هست و اینها، میتونم این عبارت رو بنویسم، عبارت ایکس تی در لحظه در استیت تی رو میتونم این تا تعریف رو این هم مساویه همون اکسپیکتیشن من به شرطی که اکسپیکتیشن شرطی من باشه ولی از اینجا از این توزیع نرمال استفاده کنم و به این صورت بنویسم و این کی تیه در واقع همون کیتیه در واقع کالمان گین من هستش که فرض کردیم اون عبارته میشه همین کیتی. اون عبارته رو برای که خلاصه کنم اینجا میگذیم. خب اینجوری من از این فرمول ها فرمول شماره 7 هم اثبات شد. حالا به جای اپسیلون تی هم اومده تو فرمول 7 معادلش گذاشته و از تو این یکی عبارت اونجا گذاشته. خب فرمول شماره 7 منم به دست اومد. فرمول شماره 8 منم چیز پیچیده‌ای نیست. فرمول شماره 8 منم در واقع این پی تی تی میشه همون کوواریانس ایکس تی به شرطی که من از یک تا تی منهای یکم و دیتا همو داشته باشم و اپسیلون تی که میشه همین عبارت و این عبارت رو هم در واقع از روی ماتریس واریانس کوواریانس ماتریس توزیع در میاد و یه بار من اگه ساده کنین به جای بی بی سری از این چیزها کی تی بذارین میشه در واقع
و این پیتی کیمنه فونش رو فاکتور بگیرید میشه همین عبارت شماره 8 من. خب این چیز خیلی سخت نیست، یه بار بنویسیدش مشخصا در میاد، خیلی من وقت شما رو تو اینجا نمیده. خب ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما عملا یه تعداد فرمول اینجا استفاده کردیم. آدم سوال اینه که خب این فرمول ها برای چه اهمیتی داره، چرا ما نیاز داریم؟ اون اینی که در واقع از اینجا بعد ما میتونیم اینا رو سیمولیشن کنیم. خب ما میتونیم با استفاده از سیمولیشن اینها رو در واقع با استفاده از این فرمولا، چون فرمولای سیکوئنشیال هستن، فرمولای دنباله‌ای هستن و راحت میتونن از هم دیگه استفاده کنیم. مثلا میتونید شما اول ببینید اگه نگاه کنیم xt ما برسه xt حالت قبلی در بیاد، بعد تو هر لحظه نسبت به زمان قبلی در میاد، این واریانس کووریانس نسبت به واریانس کووریانس زمان قبل به دست میاد، این خود واریانس کووریانس اپسیلون خطای ما با استفاده از در واقع تو هر لحظه وقتی اینو حساب کرده باشیم تو هر استیت میتونیم اینو حساب بکنیم، یعنی اینا یه جوری به هم مرتبط میشن. بعد از روی اینها من میتونم kt رو حساب بکنم، کامن گین هر لحظه ما حساب بکنم. اگه نگاه کنیم ما برای اینکه kt رو حساب کنیم اینو از روی قبلی حساب کردم، اینو در واقع at که ثابته به هم داده و بعد عملا میتونم چون r رو هم به من داده kt رو میتونم حساب کنم. وقتی که kt رو استفاده کرد حساب کردم، من میتونم حالا استیت بعدی رو xt رو مشخص کنم جام کجاست با استفاده از این فرمول، و بعد با استفاده از اون فرمول میتونم بیام همزمان pt رو هم یک کووریانس کووریانس هم حساب بکنم، و وقتی که اینا رو حساب کردم دوباره میتونم ایرورم حساب کنم و آپدیت کنم و برم تو مرحله بعد. یعنی اینا رو یه بار به همین ترتیبی که من نوشتم نگاه کنید، می‌بینید که تو هر استیت همه استیت های من، هم استیت من هم زمان من وابسته به استیت و زمان استیت قبلی میشه و ابزرویشن های قبلی که دارم. خب این تا اینجا. از اینجا بعد من وارد یه محصه مهم میشم، اینکه شبیه سازی رو نشون خواهم داد و بعد یه سری حواشی هستش که توجه به این توضیح کارمان هست و اشاره از نگاه در واقع احتمالی چه جوری باید این رو نگاه کنیم اونا من توضیح خواهم داد و بعد وارد بحث expectation algorithm